چرا کجا بگیره چیکار بکنه. اون وقت ما نمیدونستیم که بعدا زن بچهش میام پیش ما، ما شرمنده میشیم. گفتم خب اینجا کار نکن دیگه میتونی. گفت تو کار بده به من همون 3000 تومن کمترم بده من بیام اونجا کار کار پیدا میکنم. اونایی که اونجا کار میکردن مجبور بودن میبرش کار بکنم با اونا هم کار بشن. البته من خیلی از این صحبت ها در جاهای دیگه هم خیلی خوب جواب دادم و نمیدونم دیگه چقدرشو گفتم چقدرشو نگفتم، همه جا جواب خوب بهشون دادم از روی اون ناراحتی که در اندرونم داشتم و از روی اینی که میتونستم اجازه داشتم با بیان حرف همو بزنم، چون به هایی هیچ وقت اعتصاب که نمی کنن. اینم میدونم اگر چیز داشته باشن اعتراض به بخوان اعتراض به حکومت بکنن توسط نامه می نویسن یا میرن اونجا میگن، هیچ وقت اعتراض نمی کنن. مثلا اعتصاب نمی کنن از سر کارشون. این کارها رو میدونستم که باید انجام ندهیم. این مطلب من میخواستم از شما به طور کلی بفرماییم. اثرات این قضیه به هر حال در خانواده شما معلومه، ناراحت شدید، بچه ها ناراحت شدن و خب شما خوب از اوتش بر اومدید و اینها ماشاءالله به جای رسیدن. این به طور کلی، نه در مورد شخص خانواده روشنی، به طور کلی در جامعه، چون شما با اینها ارتباط داشتید، با خانمایی که به این ترتیب شوهرشون از دست داده بودن یا برادرشون یا پدرشون و تحت اینقدر مثلا فشار و ظلم و جور قرار گرفته بودن، اثرات اجتماعی این قضیه را چجوری میبینید و اگر میتونید بیان کنید؟ اولا بعض اونهایی که پسرشون شهید شده، دخترشون شهید شده، مادرش، پدرشون شهید شده، مادرشون شهید شده، اینا رو کشتن، اینها با اینها ما خیلی با هم بودیم. در اینکه وقتی با هم بودیم از نظر روانی مثل اینکه یه چیزایی بین ما چون یکسان بودیم، حالت مشترک داشتیم، خیلی خوب بودیم. وقتی میشستیم میخندیدیم، خیلی هم میخندیدیم، این تعریف میکرد، میرفتم رفته بودم فلان نهاد، آقا اینطوری گفت به من، اینطوری فش داده، اینطوری فش داده، اینطوری این کاری کرد، همه میخندیدیم. این یکی شرح حالشو میداد که رفتم فلان جا اینطوری شد، اینا وقتی ریختن اینطوری شد، چطور شد، به مثل جوک شده بود برامون، میخندیدیم. ولی اینا باید عرض بکنم یه عده زیادی از اونهایی که شوهرهاشون کشتن و بچه ها، اونا که بچه هاشون کشتن همه روانی شد، همه الان متاسفانه بعد از مدت ها یکی بعد از دیگری میشتادن که روانی شدن و حرفای بیمورد میزنن، معاشرتشون رو بلد نیستن و همه میدونن که اینا از نظر روانی صدمه خوردن. اون وقتیش اونهایی که شوهرهاشون رو کشتن یه عده ایست مبتلا به سرطان شدن و عرض دو سال. من نمیدونم این سرطان با این غم و غصه و ناراحتی چه رابطه ای داره. اقلا بگم 8 تا از اون خانم ها رفتن سینه هاشون عمل کرد از سرطان. همینطور هی میشنم، هی میشنم، هی میشنم اینا. اونهای دیگه که هستن تقریبا سالمتر هم، شما فکر بکنید که من الان میشستم اینجا سالمم. نه من سالم نیستم. من در 24 ساعت باید 2 ساعت گریه کنم. اونم جایی گریه میکنم که کسی نفهمه. برای اینکه دخترم اونا که فهمیدن ناراحت شدن. یه دفعه من مشغول گریه میکردم. وقتی گریه میکنم با صدای بلند گریه میکنم. دخترم اومده پشت در صدای من شنیده، یه خود با استاده اینا. خیلی ناراحت شده اومد با من که تو چرا گریه میکنی؟ تو چرا ناشکری میکنی؟ اون وقتش چرا این کارا رو میکنی؟ بعد دیدم فرداش تمام دوستان تمام روز به من زنگ میزنن. اون وقتش هی این احوال پرسی میکنه، یه داستانی رو تعریف میکنه. اون میگه رفته بودم اونجا، بیا بریم مال رو نمیدونم چه. من حد زدم که این دخترم گفته که این میشه نخونه، کلاس هم نمیره، هی اصرار میکرد دوباره کلاس. به این دوستان سپرده که به نوبت تلفن کنید، وقت اینو بگیرید، این وقت نداشته باشه گیرید. تمام این دوستان من خیلی حالشون بدتر از من. من بعد از شوهرم مبتلا به قند شدم. نمیگم که این قضایای شوهرم بوده، چون پدر مادر من قند داشتن، ولی وقتی که این همه اداره جات از من دعوت میکرد یا چیزی از من میخواست، این همه آدمایی که میمدن تو خونه من باید بهشون جواب میدادن، من دیگه به خودم نرسیدم. این قند
چشمای من از بین برد و پاهای من از بین برد، که الان پاهای من پاهامو یه مقدار شروع کرده بی‌حسی، تا قوزک پا تقریبا بی‌حسه، یه مدتی ماساژ میدم تا به حالت اولیه برگرده، فایده نداره. همیشه هم سر به سر الان انسولین میزنم، وقتش گاهی قند بالاست گاهی پایین، مرتب میکنه. و در همون حال فشار خون گرفتم همونجا که اداراتی ما میرفتم، و زندگی برام خیلی بد میگذشت. من فشار خون گرفتم، بعد از اینکه آمدم اینجا گفتن چربی خونتان بالاست، برای اینکه قند و فشار خون چربی رو میبره بالا، این سه تا با هم میرن و با هم هم میان پایین. الان هم هر چقدر میگن من خیلی مواظبم، ولی حالتم همیشه بده، ناراحتی دارم. و مرض افسردگی را من دوستام که اینا که با ما مشترکن از اونها کشتن، اینا مرض افسردگی خیلی ما رو تعقیب میکنه، و عده زیادی هم هستن که افسرده شدن و از نامه مینویسن، یا اینکه کسانی که میگن میان میپرسن ازشون، میگن که فلانی آره هیچی نمیخوره، توی یک گوشه نشسته با هیچ کس هم حرف نمیزنه، مگر اینکه افراد قدیم که با هم بودم در اون حالتی که اون اتفاقهای بد براش مفته با اینا بشینن حرف بزنن. من قبل از اینکه بیام آمریکا تو کانادا تلفن کردم آقای شمس که من نمیشناختم، گفت که من پدر عروس خانم خاکی هستم، خانم خاکی افسردگی گرفته که برادرش کشتن و میاد اینجا، حالاتش هم گفت که مخصوصا اگر با شما حرف بزنه، چون همیشه شما رو یاد میکنه. اون وقتش شما تلفن رو من شماره تلفنتون رو میگیرم میدم به اون، شما تلفنتون رو چیز خالی نگه دارید تا اینکه اون میخواد با شما حرف بزن. اون وقتش فقط میگه که میخوام فلانی رو ببینم. گفتم باشه. من ایشون تلفن رو گذاشتم اینو فرخونده خانم زنگ زد. فرخونده خانم زنگ زد دیدم با صدای بلند حرف میزنه. اون وقتش بعد میگه خانم روشنی کجا هستی؟ من فقط دلم میخواد که من بچه ها فرستادن که برو معالجه بشو، اومدم اونجا. بعد پسرش زنگ زد گفت که ما ندیده بودیم اینطور بلند حرف بزنه، این با تو چه دوستی داره، چه روزایی رو با هم گذروندید که این اومد بلند حرف زد. اصلا وقتی جواب حاضر نیست به ما بگه بله یا خیر، با کلش میگه حاضر نیست، اینقدر بلند جیغ زد با تو حرف زد که ما گفتیم این به زبان افتاد، یعنی زبانش درست شد، خوب شد. اینه که الان حتی لس آنجلس یکی از پسرهاش دیروز من تلفن کردم اومده لس آنجلس، منتظره که منم برم اونجا، من برم خونه اینا چند روز با هم باشیم و ببینن که چه تأثیراتی چه تغییراتی در حال این میکنه. البته من خودم کمتر از اونا نیستم، ولی اینها میگن که نه تو بهتر مقاوم تر هستی. تمام اون خانواده ها رو سراغشون گرفتم، یکیشون ترونتو خانم صفایی، وقتش دیدم که بعد از اینکه سلام علیک کردم و اینا بچه هاشو خوب بزرگ کرده، ولی خودش همینطور عینک زده بود، عشق از زیر چشماش همینطور در بود. از آقای دکتر جوانمردی پرسیدم که از خانمشون خودشون پرسیدم که این چطور آدم، گفت که ساکت بد نیست، مشغول فقط دو تا پسراشو پرورش میده، تصادفاً خیلی هم جوان بود، یه عده زیادی هم خواستگار داشت، هر کاری کردیم گفت نه من به هیچ وقت من ازدواج نمی کنم و من الان وظیفه که دارم باید بچه هم بزرگ بکنم. همینطور گریه می کنن، گفتم چرا گریه کردی؟ گفت که خب وقتی شما رو می بینم، محبت دوستان رو می بینم، یاد گذشته می افتم و ناراحت می شم و گریه می کنم، ولی خب پیش بچه هم سعی می کنم که گریه نکنم. حالا هممون برای همین حال هستیم، عده زیادی هم فوت کردن. مثلا یک پسر جوانی بود که خانم لطفی، آقای لطفی تقریبا 27-28 سالش بود، یه بچه هم داشت. اون وقت حتی میگفتن که بچهش هنوز زبان باز نکرده بود، اسم پدرش کامران لطفی بود که کشتن، به باباش میگفت بابا کامبا، کامران هم درست بگه میگفت بابا کامبا. اون وقتش اون بعد از اینکه پسرش کشتن ناراحتی قلبی پیدا کرد، اون وقتش بعد از 2 سال هم فوت کرد. همه اینها که زندانی شدن یا اینکه کشته داشتن اینطوری
اتصالشون رو کشتن، اکثرشون یکی بعد از دیگری میشتنن که مرحله قلبی روانی شدن و برم میمیرن. همینطوری هی خبر اینها میرسه که ناراحتی بیشتر. و بعضی ها رو که دیدم اینقدر اینا پیر شدن یاد نداره. اون وقتش منم خودم، خب آدم خودش زیاد احساس نمی کنه که پیر شده. یه موقعی یا در یک جلسه آقای دکتر صادق فرهنگی منو دید که آمده بودن، رفتم باشون. اولین بار بود بعد از مدت‌های خیلی زیاد که منو دید، میگفت که خانم روشن تو چرا اینقدر پیر شدی؟ گفتم من فکر میکنم به دیگران پیر شدم، من پیر نشدم. حالا شما میگید منم پیر شدم. خب دیگه معلومه پیر میشم با این همه مصائب، مصیبت زیاد بزرگ، آدمو خیلی پیر میکنه. از این قبیل دیگه الان هم زندگی ندارم، همیشه در گذشته زندگی میکنم. آقای مهندس بیجوزی هم میگن اون موقعی که شوهرتو کشتم تو همونجا داری درجا میزنی. گفتم بله، من دیگه اصلا به آینده هم فکر نمیکنم، فقط به آینده بچه هم که اینا دارن چی کار میکنن، کمترین توجه به اونا دارم دیگه، اصلا از آینده خبری نیست. یه چیزی هم که بیشتر ما را اونجا ناراحت میکرد، توی نهادها میگفتن که تو شوهر کردی، تو الان اعضای محفل ملیتون شما رو میگیرن که شوهر نداری. فریدم این موضوع رو میدونی که اینجاست خانم کامران سمین. من گفتم که این سوال رو چرا میکنی؟ شما شوهرهای ما رو کشتیم، کار جمهوری اسلامی. خیلی از من سوال کردن، هر دفعه میرفتم گفتم که مشکل جمهوری اسلامی اینه که فقط من چرا شوهر نکردم؟ چرا میپرسی؟ من شوهرم همون بود، من باید میگفتم چرا شوهر نکردی؟ محفل ملیتون اعضا شما رو نمیگیرن. گفتم اعضای محفل ملیمون همشون زن دارن. گفت چطور میشه؟ گفتم آخه اونا مسلمان نیستن، باهایی هست، اونا یه زن بیشتر ندارن، نمیتونن زن دوم بگیرن. وقت بعد من باشون دعوا میکردم، گفتم به شما چه مربوطه که من شوهر کردیم نکردیم، به شما چه ربطی داره؟ اون وقتش بعد دیدم که هی میپرسیدم، همش فکر میکردم که آخه من اینطور تندم جواب میدم، بازم چرا از من سوال؟ اینا توی اسلام قانون هستش که اگر چنان که زن شوهر بکنه، دیگر به این مالی که شوهر از شوهرش داره استفاده میکنه، اینو دیگه نمیتونه استفاده کنه. یعنی این برای گرفتن خونه همونه که من بگم شوهر کردم، بگم که تو تمام اختیارات دست شوهرته، از خونه این خونه برو بیرون و بچه تو خودمون بزرگش میکنیم. یه دفعه من رفته بودم که دنبال حقوق بازنشستگی شوهرم، این پایین کسی نشسته بود اطلاعات، من ازش پرسیدم، گفتم که اینطوری ما باهایی بودیم، شوهرم رو کشتن، الان اومدم با دخترم زندگی میکنم، باز میخوام بازنشستگی بگیرم. این برگشت به من گفت که الان تو نباید بیای اینجا، الان بیای بری بالا این حرف رو بزنی. میگم تو اینه چیه؟ تو خواهی گفت باهایی هست، بچه تو از دستت میگیرن، به یک زن دیگر این حقوق بازنشستگی رو میدن، میگن که این بچه رو مسلمان تربیت کن و تو هم باید دنبال کار. من از همونجا برگشتم، از همونجا برگشتم که اینجا جای خطرناکه، نه حقوق بازنشستگی میخواد نه بچه هم از دست میگه. از همونجا دیگه اون اقدامات رو نکرد. منظور اینه که فقط من الان چشمم رو دوختم به بچه هم که این میره. الان یه دخترم که داره درس میکنه، تمام وقت متوجه این هستم که این ترقیات خودشو بکنه، که نگن که مادر بی عرضه‌ای داشته و نتونست اینو تربیتش بکنه. و در ضمن بگم مثلا خانم امین امین که شوهرشو کشتن، یه عده این خیلی ثروتمند بودن، حیات خونه خیلی بزرگ و خوب چشمگیری داشتن، اینو میخواستن از اونجا بیرونش کنن. وقتش یه نفر آمده بود بهش گفته بود که نمیدونم اینجا عرض کردم یا نه، یه نفر اومده بود پاسدار بهش گفته بود که اینقدر به دهی داشت شوهر تو، تو باید الان بدی. گفته بود من خبر ندارم، من از بدهی شد. یه دفعه دیگه اومده بود گفته بود که یه دفعه دیگه چهار نفر دیگه اومده بودن اینقدر پول آورده بودن که شوهر شما اینقدر پول داشت پیش شما آوردی. این گفته بود که من اصلا از بدهیش و طلبش هیچ اطلاعی ندارم، من از شما نه به شما پول میدم و نه از شما پول میگیرم. یعنی این کاری میکردن که اینو درگیر بندازن و بتونن بندازن روی قانون و اینو از اونجا بیرون کنن.
ولی خیلی نوید دادم بهش که تو از اینجا بیا بیرون، ما بهت یه آپارتمان کوچیک بدیم، تو اینجا رو که نمیتونی به این بزرگی اداره بکنی، ماهیانه هم انقدر پول میدیم، اون وقتش تو اونجا زندگی راحت تری میکنی و هر روز ما سراغت نمیاد. اینو با دوال ترکاب شیم شیمن اینو از خونش خارج کردم و دیگه هیچ وقت نه اینو سراغش آمدن، نه چیزی بهش دادن، نه جایی بهش دادم، خونش هم گرفتم، اجازه ندادم خودش هم بیاد خونش، تموم شد رفت. این کارا رو هم میکردم، ولی ما همین خونه همونه که داده بودم، من با دخترم تا اونجا که اونجا بودیم اونجا زندگی میکردم. ولی خب هر دفعه میمدم دیگه، مثلا یکیش میگفت که میگفتم بازم چرا آمدی؟ میگفت دوستان خودتون گفتن که خونه فلانی داریم، معرف آقای وحدته، اونا که زندان بودن، گفتم معرف فلان کسه. البته اینا راست میگفتم، برای اینکه وقتی به ما اپلیکیشن میدادم میگفتم 5 تا باهایی رو معرفی کن، آدرس و شما تلفن اینا رو بنویس، و ما سعی میکردیم که این کار رو نکنیم، سعی میکردیم که از اونا که سود کردن و یا نیستن از اونا بنویسیم، و وقتی میفهمیدن که ما این کار کردیم ما رو کتک میزدن، ولی ما مجبور بودیم، برای اینکه ما کسی رو نمیخواستیم لو بدیم. چرا لو بدیم؟ یه چیزای ایتالی هم همیشه چیز میشه.